و حال از ایزایم بالاخره سرانجام وزن نهم و یک وزن دیگه باقی مونده، وزن نهم. و در وزن دوم ورزشکارایی که خوب درخشیدن، ورزشکارایی که تونستن مسابقات بسیار خوب را پشت سر بگذارانن، ورزشکارایی که هر کدام از اینها 100 کیلوگرم وزن سنگین تر دارن، تونستن سه ورزشکار با فاینال را پیدا کنند. در مکانهای اول دوم و سوم قرار میگیرند این سه ورزشکار که تا حال هیچ باخت ندارند و در مقابل یکدیگر قرار میگیرند. این سه ورزشکار فرید محمدی 103 کیلوگرم وزن دارد، از جمله ورزشکارهای بخش پاورلیفتینگ و قوی ترین مردان افغانستان است که خوشبختانه عضویت تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان همچنان کسب کرده. آقای فرید محمدی وزن 103 کیلوگرم. در مقابل از اینا آقای اجمل خدرخیل همچنان ورزشکار است که قهرمان تیم ملی است در بخش پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان، ورزشکار است که تانسته قهرمان شده و یکی از ورزشکارهای بسیار سرشناس است که در چندین مسابقه بخش پاورلیفتینگ و مردان آهنین اشتراک کرده. هر دو ورزشکار آماده هستند. آماده هر دو ورزشکار آماده. ستایل پوزیشن دون. فنش. اجمل خدرخیل پی وی آر که چک چکه و که ماشاءالله اجمل خدرخیل 40 کیلوگرم وزن داری، دیوخه قدرت خوانده او ده هم ده افغانستان ده پاور لفتینگ تیم یا پیوره او خ قهرمان ده. که سوده که تاسم اغه و که سو سانی کولتی چه 40 سانی مکس و که پس لغن تاسو مقابله پایل کی. ستایل پوزیشن دو فنش. ده اجمال خدرخیل پی بی آر که چک چکه و که اوز ده مسابقه گتون که شو اجمال خدرخیل. و هاو محمد عادل پروانی و افتخار استاد محمد عادل پروانی هم کف بزنین. محمد عادل پروانی هم از جمله قهرمانای بخش پاورلیفتینگ و قوی ترین مردان افغانستان است که در وزن خود در جایگاه سوم قرار داره و طرف راست تخته استاد شده. در مقابلشان اجمل خدرخیل پی بی آر هم که چک چکه و که او اجمل خدرخیل هم در افغانستان دی پاورلیفتینگ یاو اتل ده، یاو ملی اتل ده، دوالا اتلا یاو دی بل سر مقابله کهی. و ناگفته نمون عزیزایی که این بار شما دو هبرمرد و دو سنگین وزن در کنار یک دیگه میبینین که هر دوی از اینا از قدرت بدنی بسیار خوب برخوردار هستند. دست از جایگاه، کف پا بلند نمیشه، پا از زمین بلند نمیشه، آماده است دون فنش. و محمد عادل پروانی تانست که ده خدرخیل صاحب لاس اوهی پا اول دور که خدرخیل صاحب کولیسی چی او شل ثانیه که زن ریلکس که مکس که ترسو چه بیر تا آمده سی بدی مسابقه که خیدی کولیسی چیز آرام زن ریلکس که ستایل پوزیشن ده دوشه که پا منس که که ده آرنج او زور موهی آرام دن فینش. ده دوارو قهرمانانو پی وی آر که چک چک اوکی او فرید محمدی مرسی. فرید محمدی
دیدی وزن دریم مکام فرید محمدی هم قهرمان است از جمله قهرمانی که عرصه هورمان در مکان اول دوم و سوم قرار گرفتن و ناگفته نمانند که عرصه قهرمان بعد از گذشتاندن مسابقات بسیار سنگین به این مرحله را پیدا کردن. خب مسابقات سنگین وزنان تمام شد، شما بفرمایید در پلوی مهساد شوید که مردم شما را ببینم و بشناسم که قهرمان وزن 105 کیلوگرم کی هست. خب از مقام سیام شروع میکنیم، چطور بود مسابقات؟ مسابقات واقعا عالی بود. تشکری میکنم از فدراسیون ملی پاورلیفتینگ افغانستان و شبکه تیری سپورت، شبکه ورزشی جهانی افغانستان. تشکری میکنم که این مسابقات با فدراسیون همکاری کردن و ایجاد کردن. خیلی خوشحال هستم واقعا. تشکر، ما هم تشکری میکنم از شما و تمام ورزشکاران که در این مسابقات اشتراک کردن. خب برای شما آرزوی موفقیت میکنم، امیدوار هستم که در دوره های بعدی موفق باشین. مقام سومی براتون تبریک باشه، شما بفرمایید. خب مقام دوم میشه در پلوی مهساد شوین و مسابقه اول دیدم بسیار به زیبایی موفق شدین حریفتان رو ببرین و در مسابقه آخری یا مسابقه فاینال چطور بود حریفتان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما تکرار لمره مسابقه وقتل دقا عریف می هم کم نوه اما ریر قدرتی و اما بیا هم ما بلو بگه چپا کلاسی اما کلا چه دوه میلو بسر مخصوما به ما عریف لمان قدرت پورت و دی مال از هم لک بدرد سپا اول نمو که نوزک ما اونسو که ولی سی دوه عریف تما دور که. خوب است، امیدوار هستم که در آیدم موفق باشی و دیگه دستتان درد نگیره و بتونی حریفتا شکست بدی. موفق باشی و ما هم تشکری میکنم از تمام داورا، از رئیس محترم فدراسیون ملی پاورلیفتینگ، از داورایی که این مسابقات قضاوت کردن. خب قهرمان وزن 105 کیلوگرم در مقابل ما البته در پلوی ما ایستاده است. خب چطور بود مسابقات؟ چطور بود حریفات؟ قضاوت داورا؟ بنام خدا مسابقه خوب بود، قدر مشکل نبود و قضاوت داورا بسیار عالی بود. چطور بود حریفات؟ حریفات خوب بود، قدر خوب بود. خوب بود به تو نمیرسید؟ ولی بسیار خوب، موفق باشی و همیشه همین قسم باشی که هیچ کس به تو رسیده نتونه و بتونی باز هم در مسابقات بعدی قهرمان باشی. مقام اول بر تبریک میگم، امیدوارم در آینده هم بتونی قهرمان باشی. تشکر از شما و تشکر، تشویق کنین مقام اول هم. چهار ورزشکار را به معرفی میگیریم، استاد نادرشاه امرخیل از جمله قهرمانان پاورلیفتینگ و مردان آهنین کشور از جمله قهرمانانی که در مردان آهنین قهرمان شده. استاد نادرشاه امرخیل استاد میشه روی سکومه از جمله چهار قهرمان ها که خوبتر عزیزا بشناسشان یک بار دیگه هم که از جمله قهرمان قهرمان ها هستند و ورزشکار هستند که در مرحله قهرمان قهرمان ها مسابقه میکنند. به تعقیبشان استاد محمد شریف آرام، استاد شریف آرام همچنان از جمله قهرمان های آسیا هستند، ورزشکار هستند که تا حال باخت هیچ تجربه نداشتند در این دور مسابقات، از جمله بهترین های ای بخش هستند. و گذشته است استاد شریف آرام، استاد محمد عادل پروانی که اینا هم از جمله قهرمان های بخش پاورلیفتینگ و قوی ترین مردان افغانستان هستند، عضو تیم ملی هستند، در مکان سوم در وزن خود قرار دارند، یکی از بهترین ورزشکاران بخش پاورلیفتینگ و قوی ترین مردان افغانستان را تشکیل میدن. او زیرگل صاحب به ویارخه چک چک وکه جواک هم زیرگل صاحب هم خی مسابقه وکړه. زیرگل صاحب سره لدی چی دا د پاورلیفتینگ یو پیاوره او غختل قهرمان ده، دا د جیدو په ورزش کې هم دا یو قهرمان ده. د څلور کسان یو د بل سره مسابقه کوي او د دوی ترمنځ د اتلانو اتل معلوم میږي، د دوی ترمنځ یو به کیږي د اتلانو اتل. ښه دوی ته چک چکې وکړې و حال استاد نادرشاه امرخیل، از استاد نادرشاه امرخیل تقاضا میکنیم که دوباره روی سکو بیایه، انتظار بکشه در کنار تخته در مقابل حریف خواهد. حریفش هم محمد شریف آرام. شریف آرام هم از جمله قهرمانان بخش پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان است.
که هر دو ورزشکار قهرمانند. بدون شک از بین دو قهرمان باید یک قهرمان تجربه کنه باخت و این باخت را که تجربه میکنه قهرمان اولین باختی قهرمان ها میباشه و نخستین باخت است که در این مسابقه این دو قهرمان تجربه میکنن. خوب است، پا از زمین بلند نمیشه، پا زمانی که از زمین بلند میشه یک اختاریه مشخص به شخص داده میشه، نام شخص گرفته میشه در جریان مسابقه و اگر دو بار تکرار میشه مسابقه به نفع ورزشکار بعدی اعلان میشه. ستایل پوزیشن، ستایل پوزیشن، ستایل پوزیشن، دوم پای پای در زمین استاد نادرشاه، پا در زمین از اردو، پا در زمین، فینش. محمد شریف آرام در دور اول، در راوند اول حریف خدا دستش به زمین زد. از استاد نادرشاه همرخیل نگفتن امونه که هر دو جوان قهرمان تیم ملی پاورلفتنگ و مردان آهنین افغانستان است. هر دو جوان از قدرت بدنی بسیار بلند برخوردار استند. هر دو ورزشکار کاملا آماده استند. 20 ثانیه ریلکس زمانی که آماده میشن میان. هر دو ورزشکار پا از زمین بلند نمیکنن. پا از زمین بلند کردن به معنایی است که قدرت بدنی کمتر داره. آماده، ستایل پوزیشن، ستایل پوزیشن، ستایل پوزیشن، ستایل پوزیشن، دو! فنش! هر دو ورزشکار یک دیگر را ببوسند. با افتخار هر دو قهرمان، با افتخار هر دو قهرمان شکست ناپذیر، با افتخار هر دو قهرمانی که واقعا قهرمان هستند. استاد شریف آرام در این مرحله قهرمان میشه. میبوسه یک بار دیگه، تشکر، یک بار دیگه میبوسه استاد نادرشاه امرخیل. استاد نادرشاه امرخیل هم از جمله ورزشکاران بسیار پر قدرت تیم ملی پاورلفتینگ افغانستان است و ان شاء الله در مسابقات قریب در خارج از کشور به نفع افغانستان هم مانند آقای شریف آرام مدال را خواهد آورد. اوز دی زیرگل سای پویار که چک چک او که آقای زیرگل، آقای زیرگل همچنان از جمله قهرمان هایستن که تا حال بیش از 15 مسابقه کردن و هیچ باخت را تجربه نکردن. در مقابل گوی از قدرت، در مقابل ورزشکاری که واقعا پر قدرت است، در مقابل محمد عادل پروانی. عادل پروانی هم از جمله ورزشکارایی است که عضو تیم ملی پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان است. ورزشکار است که بسیار پر قدرت. هر دو ورزشکار از اخلاق ورزشی بسیار خوب برخوردار هستند. با افتخار اخلاق بلند هر دو ورزشکار یک کف بلند و حسابی. ستایل پوزیشن، زیرگل، زیرگل استاد پخید جیگه نشی که چیر تا دو زل پخید جیگه سو بیاب مسابقه دبل ورزشکار په نفع اعلانیگی. ستایل پوزیشن، دو فنش. اوه کی مرد واقعا پر قدرت است. به افتخار قدرت بلند محمد عادل پروانی. ستایل پوزیشن، ستایل پوزیشن، ستایل پوزیشن، ستایل پوزیشن، زیر گل، زیر گل، زیر گل، دوڑا دون فنش. یاو بلخ کلی که، یاو بلخ کلی که اول ببوسن یک دیگر هر دو ورزشکار. به افتخار هر دو قهرمان کف بلند و حسابی بزنین. واقعا هر دو ورزشکار پر قدرت بودن.
رقابت های مچندازی و انتخاب مردان بازوطلایی پاورلفتنگ کابل.